پژوهشگران و مقام‌های بهداشتی آمریکا همزمان با روز جهانی پیشگیری از بارداری گفتند به زودی کار آزمایش بالینی ژل ضد حاملگی مخصوص مردان را در چند کشور اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا آغاز می‌کنند. عرضه ژل برای مردان تقریباً 60 سال پس از ورود قرص‌های ضد حاملگی مخصوص زنان اتفاق می‌افتد و پژوهشگران امیدوارند دسترسی به آن آمار حاملگی‌های ناخواسته را کاهش دهد. در این گزارش شیده رضایی جزئیات بیشتری درباره تاریخچه تحولات بهداشتی و اجتماعی پس از عرضه عمومی قرص‌های ضد بارداری در اختیار شما می‌گذارد. ورود قرص‌های ضد حاملگی به آمریکا در زمانی اتفاق افتاد که توسعه اقتصادی نیاز به ورود زنان به بازار کار داشت و تحولات اجتماعی نیز زمینه آن را فراهم کرده بود. پروفسور جان گلیات، متخصص تنظیم خانواده و بهداشت باروری، معتقد است دسترسی به قرص‌ها در عرض مدت کوتاهی زنان را توانمند و قادر به تصمیم گیری درباره تعداد و فاصله گذاری فرزندان خود کرد. این نخستین بار بود که برای زنان امکانی فراهم شد که با خوردن منظم یک قرص خیالشان به طور یقین از حاملگی راحت شود. اگر دارو منظم مصرف شود، امکان حاملگی تقریبا صفر است، زیرا میزان هورمون موجود در قرص‌ها بسیار بیشتر از آن است که جایی برای خطا باقی بگذارد. تا پیش از ورود قرص‌ها به بازار، خانواده‌ها بزرگ و پرجمعیت بودند و کاربرد رابطه جنسی برای بسیاری تولید مثل بود. اما ورود قرص‌ها به زن و مرد و خصوصاً زنان اجازه داد کامجویی در رابطه جنسی را به عنوان یک هدف مهم در نظر بگیرند. علاوه بر آن، زنان امکان برنامه ریزی برای آینده را پیدا کردند و کارفرمایان توانستند با اعتماد بیشتری روی نیروی کار زنان حساب کرده و آنها را استخدام کنند. دریایی از تغییرات همزمان با ورود قرص‌ها از راه رسید. نگرش جامعه به روابط جنسی، خصوصاً روابط خارج از ازدواج، تغییر کرد. و زنان و مردان به این درک رسیدند که لزوماً برای بچه‌دار شدن با یکدیگر آمیزش نمی‌کنند. در کنار نکات مثبت بسیاری که این تغییر نگرش به همراه آورد، باید بپذیریم که نکات منفی مهمی از جمله افزایش انفجاری بیماری‌های مقاربتی نیز به وجود آمد. نخستین سری قرص‌های ضد بارداری با استفاده از هورمون حیوانی تولید شد و قیمت آن بسیار گران بود. اما تولید صناعی هورمون قیمت دارو را کاهش داد و دسترسی آن را برای عامه مردم امکان پذیر کرد. با این همه، به رغم دسترسی وسیع به آنها، هنوز هر سال 85 میلیون حاملگی ناخواسته در دنیا اتفاق می‌افتد و حدود 60% از آن افرادی که به صورت ناخواسته حامله می‌شوند در آفریقا و سایر کشورهای کم درآمد جهان زندگی می‌کنند. شیده رضایی، صدای آمریکا.